با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب سهشنبه دهم آذر ماه ایرانی را میگوشاییم با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک در آغاز این دفتر به روال معمول همه شب مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب کماکان نزاع لفظی و اتهام های سران دو کشور ترکیه و روسیه بررسی بحران سوریه در تلاشهای جهانی برای اخذ راه حل سیاسی در نشست های جهانی همینطور بحران پناهجویان سرگردان در دو سوی مرز یونان و ترکیه با بازداشت جمعی از آنان در حوزه داخلی ایران بازگشت محمود احمدی نژاد به صدر صفحه یک مطبوعات با ادعای کشف عوامل نفوذ و استکبار مناسبت اربعین و حجوم جمعیتی به عراق با انتقادهای این کشور از روند ورود غیرقانونی به این کشور واکنش ها به بحران یاسوج و برهم زدن یک نشست دانشجویی با تازه ترین اظهار گلایه جمعی از اصلاح طلبان و چند خبر کوتاه برگزیده دیگر اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب سهشنبه ده دهم آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی و آگاهی شما بینندگان هماره همراه ایران فردا خواهد رسید همینک و در بخش نخست برنامه را پی میگیریم با مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه و برگزیده. پوتین و اردوغان و دور تازه ای از اتهام زنی ها به یکدیگر از پاریس بر صدر رسانه های جهان جای داشت نخستان که رئیس جمهوری روسیه میگوید ترکیه جنگنده آن کشور را به این دلیل ساقط کرده که به تجارت نفت با گروه موسوم به حکومت اسلامی خلالی وارد نشود این در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه این اظهارات را رد کرد و گفت اگر این اتهام اثبات شود استعفا می دهم. ده هر دو رئیس جمهوری در حال حاضر در فرانسه هستند و گویا دیداری نیز نداشتند و در نشست پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی شرکت کردند. پوتین در فرانسه از جمله گفت که ما اطلاعات بیشتری به دست آورده ایم که نشان میدهد نفت گروه داعشی یون و موسوم به حکومت اسلامی رو به خاک ترکیه وارد می شود و آنان میخرند ایشان افزوده است که به طور مشخص برای مراقبت از واردات نفت بود که تصمیم به سرنگونی هواپیما گرفته شد در سوی دیگر ماجرا اردوغان در واکنش ضمن رد اظهارات رئیس جمهوری روسیه گفت که این سخنان صرفا نوعی اتهام زنی است اردوغان در بیانیه‌ای که در روز سهشنبه دهم آذر ماه صادر کرد سخنان رئیس جمهوری روسیه رو افترا آمیز خواند و گفت که هرگاه چون این اتهامی ثابت شود شرافت ملت ما مرا وادار می کند از سمت خود استعفاده هم رئیس جمهوری ترکیه متقابلا روسیه را رو متهم کرد که به تجارت نفت با داعش مشغول است و گفت که در صورت اثبات تجارت ترکیه با داعش من در مقام خود باقی نخواهم ماند اما از آقای پوتین میپرسم آیا او هم چنین خواهد کرد وی از روسیه خواست تا مبادلات تجاری خود با داعش را شهر دهد به گفته رجب طیب اردوغان یک شهروند سوری تبار روسی از داعش نفت میخرد و آن را به حکومت بشار اسد میفروشد ایشان گفت که این موضوع توسط منابع آمریکایی هم تایید شده و لازم است روسیه نحوه برخورد خود با این موضوع را روشن کند رئیس جمهوری ترکیه همچنین اتهام پوتین علیه این کشور را غیر اخلاقی دانست و گفت که این گونه ادعاها باید اثبات شود ایشان افزود که ترکیه نفت مورد نیاز خود را از منابع شناخته شده جهان خریداری می کند روسیه ایران، آذربایجان، قطر و نیجریه را به عنوان تامین کنندگان نفت مورد نیاز کشورش معرفی کرد. اردوغان گفت ما هر گونه افترای دیگری را به شدت رد می کنیم. خبرها را از پاریس به سواحل پرماجرا و پرموج یونان و ترکیه میبریم با ماجراهای جدید پناهجویان سرگردان در بحرها و دریاها و دشتها تنها یک روز از تصمیم و توافق سران اروپایی ها در پاریس نگذشت که پلیس ترکیه به کنام ساحلی این پناهجویان هجوم برده تا به عهد خیش در مواجهه با اروپاییان عمل کند به گزارش رسانه های دولتی ترکیه مقام های این کشور حدود 1300 مهاجر که ادعا می‌شود، شود مقصدشان یونان بوده است را بازداشت کردند مهاجرانی از جمله مهاجران ایرانی افغانی عراقی و سوری در میان بازداشت شدگان هستند این بازداشت ها یک روز پس از آن صورت گرفت که رهبران ترکیه و اروپا برای کنترل مهاجران به اروپا به توافق رسیدند افراد بازداشتی به یک مرکز استرداد فرستاده شدند تا از آنجا به کشورهایشان باز پس فرستاده شوند در این میان گروه عفه بینالملل در بیانیه گفت که این اقدام غیر قانونی و خلاف وجدان است شخصیت برجسته عفه بینالملل در ترکیه گفت در پی گفتگوهای این هفته اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد مهاجرت این لکه ای بر وجدان اتحادیه اروپا خواهد بود بر اساس این توافق ترکیه 3 میلیارد یورو و برخی امتیازات سیاسی دریافت می کند تا در ازای آن کنترل مرزهایش را افزایش دهد و پناهجویان کنونی رو در خاک خود نگه دارد که شهر تکمیلی خبر مذکور در برنامه دیشب به آگاهیتان رسید خبرها و نظرها را با مروری همزمان بر چند خبر کوتاه از ایران و کاوشی بر روزنامه‌های امروز ایران در ایران فردا پی می گیریم با ما باشید با بررسی روزنامه‌های امروز. واکنش ها به عمل کرده گروه های فشار در برهم زدن نشست ها کماکان ادامه دارد پس از آنکه امامه از سر موسوی لاری در قرچک ورامین برانداختند و سخنرانی این مقام پیشین دولت اصلاح طلب را ناتمام گذاشتند و همینطور یورش او در شهر شیراز به علی متاری همینک یا سوج به نقطه سقل برخورد احتمالی با گروه های زینفوز زوب در محضر ولایت در واقع فشار خواهد آمد بر اساس گزارش های منتشره در تازه ترین واکنش حسین موسوی تبریزی رئیس دوره شورای هماهنگی اصلاح طلبان با انتقاد از برهم خوردن پی در پی مراسم سخنرانی چهره های اصلاح طلب از وزارت کشور خواست توجه بیشتری به امنیت انتخابات داشته باشد آقای موسوی تبریزی دیروز دوشنبه نهم آذر ماه گفت که در جلسه شب قبل شورای هماهنگی اصلاح مهمترین اتفاقات اخیر کشور مورد بررسی قرار گرفته اضافه کرد این درست نیست که سخنرانی ها مرتب تعطیل شود روز یکشنبه همان گونه که به آگاهیتان پیشتر رسید عدهای ای از لباس شخصی ها جلسه سخنرانی خانم آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران را در دانشگاه آزادی یا سوج بر هم زدند حسین موسوی تبریزی با اشاره به چنین وقایعی گفت که هیچ کس حق ندارد سخنرانی هایی که مجوز وزارت کشور و فرمانداری رو دارند تعطیل کند یا در آن اختشاش ایجاد کنند رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاح طلبان در ادامه اشاره کرد که افرادی به ظاهر خود که ماهیت واقعیت آنها مشخص نیست این سخندانی ها را به هم می زنن. در این راستا برخی از روزنامه های نزدیک به محافل تحولخواهی و اصلاح طلبی واکنش های در واقع تحلیلی بعضا تندی داشتند از جمله روزنامه بهار احمد پورنجاتی در روزنامه بهار که به جمعی از مردان جبهه مشارکت نزدیک است با ابراز گلایگی از روند فزاینده تشدید برخورد با اصلاح طلبان از سوی گروه های خود که در کشور بی دولت است که هر اتفاق بی افتد ربطی به دولت ندارد چون دولت مرده است دولت ها با همان گستره مفهومی جز حریم خصوصی شهروندان در زمینه هر رخدادی در عرصه عمومی جامعه مسئولیتی دارند و ذره خونسردی و پاپسکشی و شانه خالی کردن آنان با هیچ توجیه و مالکشی پذیرفته نیست. نظام سیاسی برخوردار از مشروعیت حقوقی و مقبولیت ملی برای پیشبرد برنامه ها و به نتیجه رساندن هدفهایش هم حق دارد و هم تکلیف که سرراست و بی حرف و حدیث اقدام کند. این چهره سیاسی نزدیک به جبهه مشارکت در ادامه یادآور شد که رو در بایستی، ملاحظه کاری و خلاصه هر رفتار مماشاتگونه دستگاه های مسئول قانونی در برخورد با سرکشی مسون پندارانه محفل های و گروه های فشار خواسته و ناخواسته پیام به مردم میدهد مثل اینکه ما کاری نیستیم پس انگاری که اصلا نیستیم بدترین نتیجه این پیام نومیدی طرف قانون پذیر از حمایت قدرت مشروع و قانونی از یک سو به جسارت لجام گسیخته طرف قانون شکن از سوی دیگر است <متصفيق> کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با برگزیده های از روزنامه های امروز ایران و اما مراسم چهلوم امام سوم شیعیان و همینطور مدلی از ارائه هرمنوتیک هرمنوتی که حقانیت آفرین برای پیاده روی های برخی از باورمندان این حوزه مورد تحلیل و واکاوی در دو سوی طیف رسانه های حاکم در ایران واقع شد و نکته جالب که بدون کوچکترین نقدی به بروز رفتارهای غیرمدنی در تقویت چنین آینهای های بر جای مانده از جهان سنت در مذهب گویا آن را خط قرمز ایدئولوژی در نظام حاکم پنداشته بودند البته منهای روزنامه قانون که نقادانه نوشت که با هم میخوانیم حسین شریعت مداری در کیهان حسب انتظار مشوق و مدافع مراسم آینی مبتنی بر تشکیل محفل و دخمه است که در نوشتش قبطه خامنه ای را نیز اشاره کرد کیهان مؤسسه مطبوعاتی وابسته به نهاد رهبری ایران تمام نیم صفحه اصلی را به اربعین که یادمان چهلمین روز کشته شدن امام سوم یا است اختصاص داد همون گونه که میبینید با ذکر یکی از مناقب و مراسی مشهور صحنههایی از پابرهنگان راهی به کربلا را به تصویر میکشد نکته جالب توجه گزارش اصلی کیهان تفسیر سیاسی از این رویداد آینی است و جمعیت پا را عملا نظامیان مفروض در برابر قربیان می کهان که نوشت در زمانی که قرب با تمام ابزار و توان به میدان آمده است تا به زعمه به چهری مقشوش و مشوه از اسلام و مسلمین به نمایش بگذارد اربعین و فوج میلیونی زائران پیادش بزرگترین نمایش از چهره واقعی اسلام است و در ادامه تعویل ها و تفسیرهای عارفانه از واقعی آشورا و اربعین این بار تیف اصلاح طلب و تحول خواهم نکاتی نوشتند که تا حدودی همسوییشان با لایه‌های رادیکال حاکم در ایران مشهود بود چرا که عمدتا این طیف تحول خواهی ایرانی که سالیانی نیز با نام اصلاح طلبان بر سریر قدرت حضور داشتند مروج مدلی از دین مداری بودند که خود از آن به عنوان اسلام رحمانی یاد می کنن. که در آن پیاده زیر آفتاب تاختن و زنجیر و زجر و قمه و شلاق و بر سر و صورت و سینه کفتن عموما جایی نداشت و ندارد و حتی از آن به عنوان عوامل خشونتزا معرفی یاد میشد اما این بار محمد علی ابتهی معاون پیشین محمد خاتمی که پس از انتخابات 88 بازداشت سپاه شد و سپس با توبه آزاد شد در یادداشتی در روزنامه شرق به دفاع از این پیاده روی ایدئولوژیک پرداخت و معتقد بود که پیاده روی نجف تا کربلا در اربعین عهد دیرین علمای نجف بوده که سالهای زیادی سابقه دارد قدیمی ترین عکس هایی که به زعم وی که در آرشیو حوزه های علمی وجود دارد مربوط به تصاویر مراجع بزرگ تقلید است که سالهای دور در پیاده روی عرب این شرکت داشتند این حضور در مراسم پیاده روی در یک سنت نانوشته برای مراجع قدیم نجف تا طلبه های عادی معمول بوده و در کنار روحانیون که بدنه اصلی پیاده روی کم جمعیت آن دوران های دور بودند مردم عادی هم شرکت می کردن. نویسنده با اشاره به اینکه مراسم در دوران صدام کم رنگتر شد اما در همان دوران هم به کلی از بین نرفت اشاره کرد نکته فوق زیبای این مراسم به زعم وی در نوردیدن مرز هاست اکثر میزبانان عراقی هستند در خاک عراق این راهپیمایی انجام می شود و اکثریت این جمعیت از این غیر عراقی هستند در اینجا به زمین نویسنده چیزی فراتر از ملیت وجود دارد عقیده درونی که میزبان را سخاوتمند و مهمان را مهربان می کند. این در حالی است که اظهار نارضایی و گلایه دولت مردان اراقی از ازدهام و بینظمی رهپویان پیاده ای ایرانی بر صدر رسانه های داخلی و حتی خارجی جای گرفت در این میان وزارت کشور عراق از مقام های ایرانی به خاطر حجوم زائران ایرانی بدون ویزا به یکی از مرزها درگیری با مرزبان های آن کشور رو آسیب زدن به موانع مرزی انتقاد کرده است مقام های ایرانی میگویند مرز مهران به دلیل بینظمی هایی مسدود شده است به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت کشور عراق در پی هجوم دهها هزار زائر ایرانی به نقطه مرزی بدون آنکه روادی داشته باشند انتقاد کرد در بیانیه‌ای که در این مورد صادر شد اشاره شده بود که زائرانی که راهی کربلا هستند مرزبانها را زخمی کرده و موانع را از بین بردهاند های ایرانی پیش از این بارها تأکید کرده بودند که ورود به عراق برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان تنها در صورت کسب ویزای آن کشور مجاز است احتمالا این ضرب و شتم و خشونت از سوی کیهان نشینان نوعی شوره حسینی تلقی و توجیه گردد همچنین یک مقام محلی به خبرگزاری رویترز گفته است که شمار ایرانیانی که از مرز زرباتیه سوی دیگر مرز مهران در خاک عراق است به طور غیرقانونی وارد شدن از نیم میلیون نفر فراتر رفته است جالب توجهان که عمده روزنامه های کشور با واژگانی توصیفی به واقعه پیادهروی روی زائران حسن نظر داشتند توجه خاص نشان دادند از جمله ابتکار از آن به عنوان راه عاشقی یاد کرد و یا اطلاعات گزیده سخن خامنه ای را بر صفحه یک و از آن به عنوان ترکیب عشق و ایمان یاد کرده بود ورق میزنیم و ادامه میدهیم با سایر مطالب و موضوعات برگزیده امشب گرانی دلار و فراز و فرود ارز هم در ستون سرمقاله ها حضوری پررنگ داشت و هم در صفحه نخست بسیاری از روزنامه های امروز در حالی که روزنامه تجارت از تأثیر افزایش نرخ دلار بر بورس اوراق بهادار خبر داد دیگر روزنامه سیاسی نزدیک به دولت یعنی اعتماد از وضع طبیعی دلار می در این میان روزنامه ایران ارگان دولت با چهار یاد داشته اصلی به مقوله های مبارزه با گرمایش زمین و ضرورت مبارزه با گروه های خود سر پرداخت روزنامه ایران ارگان دولت در یادداشت اصلی شماره امروز خود به واکاوی اوضاع اقتصاد کشور اشاره کرد و در یادداشتی با عنوان چرا توقف برنامه اقتصادی روحانی حراس آور است تلاش داشت با طرح این پرسش به دفاع از ضرورت استمرار برنامه اقتصادی دولت بکوشد محمد صادق جنان صفت که عمدتا روزنامه نگار عرصه و حوزه اقتصادی است در این یادداشت نوشت که تصوری بسیار ترسناک وجود دارد که منتقدان دولت هم بخواهند بردم های اقتصادی این دولت را از نظر اقتصادی ناکام بگذارند جلوگیری از اجرای تصمیم های مهم از مسیرهایی است که می توانند بردم های دولت را ناکام بگذارند بدترین حالت به زن وی برای ایران قدرت گرفتن دوباره جریان پوپولیست و ناسازگار با جهان است که می تواند ترسافرین باشد که اشاره داشت به بازخیزی احمدی نجدی ها و در پایان نوشتاری انتقادی از بزرگ نمایی های گزنده و زننده صدا و سیما و کاروان های نمایشی آین آشورایی و رهپویان آشورای پیاده به کربلا از صادق زیبا کلام در روزنامه قانون صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و منتقد تحول خواه مقیم ایران که اظهارات نو و تازش و گاه به گاهش در عرصه ها و حوزه های مختلف سیاسی اجتماعی همواره مرتوجه گروه های از نسل نوی ایرانی نیز هست در نقدی هوشمندانه از تندروهای نزدیک به لایه های رادیکال قدرت در ایران که در صدد ایرانی کردن آشورا هستند با این سوال که نمیدانم اصرار بر ایرانی نشان دادن و ایرانی کردن محرم و آشورا و پیوند زدن آن با تشیع چقدر از نظر،, از, نظر تاریخی درست است معتقد بود که از منظر افزایش اختلاف میان شیعه و سنی عمل درستی نیست مشکل ایرانیزه کردن محرم و آشورا به کنار چند سالی است که شاهد به راه افتادن سنت رفتن پیاده به کربلا در اربعین شده این سنتی که صدا و سیما هم اصرار و تبلیغات زیادی برای آن به راه انداخته است و تلاش می شود تا هرچه بیشتر بر تعداد زوار اربعین افزوده شود زیبا کلام ستون نویس روزنامه های مختلف کمپ تحول در روزنامه قانون ادامه داد که محرم کربلا و آشورا بخشی از تاریخ اسلام است و نمیتوان آن را با انگیزه های ناسیونالیستی ایرانی از یک سو و احساسات نجات پرستانه ضد عربی از سوی دیگر علیه اعراب و یا دیگر مذاهب به حساب آورد و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز ایران فردا به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر با تازه ترین خبرها و گزارش ها از ایران منطقه و جهان این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی می کنم. تا درودی نو شامگاهی دیگر و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود